فیلم سینمایی طاهر که تو سال 1352 ساخته شده از این قراره که یه معمار قبل از مرگش دخترش لیدا و پسرش طاهر رو به مهندس میسپاره تا از اونا مراقبت کنه. مهندس فقط دختر رو با خودش میبره و برادر و خواهر از هم جدا میافتن. سالها بعد دختر بعد از ترد شدن از خونه ناخواسته با برادرش آشنا میشه و به هم علاقه‌مند میشن، تا جایی که لحظه آخر قبل از جاری شدن عقد همه چیز آشکار میشه. بخشایی از فیلم طاهر رو با هم تماشا میکنیم. تو کجا اینجا کجا پارسال دوست امسال آشنا؟ منم هر کجا دنیا که باشم به رفیقای مردم فکر کنم. اینطوری نه نومه ای نه خبری نه پیغومی. تو اقلا داری لسلی که ندیدم نوکرتم. ببینم طرف کیه؟ والا میدونی؟ گرفتاریمه. ای لکس نوکرتم یخت پیش طرف ما بکش بالا. سلام آبچی. مری خانوم، آقا طاهر از رفقای خیلی قدیمی ماست. خب بگو ببینم بعد ما تو محل چه خبره بود؟ والا هیچ احمد آقا، من هر سوت و کور بود. در زور خونه رو بستن. چی گفتیم؟ آقا برزشکاری بعد شما نبود. میبینی؟ ما اینی؟ نوکرتی؟ مردم میخواستم بیان دنبال شما که برگردیم در زور خونه رو وارد. باشه میام افتتاحش میکنم. بسته دیگه خیت نکن. آره گل پاری جون، این رفیق خلص ماست. امشب تو کافه دو تا مهمون داریم، منم و بابا طاهر اوریان. این اتکرانم تنهایی دادی کن فردا برم. چی گفتم؟ این که لباش مثل پسه خندونه کار دانگونه. خوب منم شما به سلامت باید داشتی خیلیتمون میکردی پسر. این حرفا چی همه جون؟ بعد که نگفتم بعد تو در سون خونه رو بستن. من اینه درو گفتم نوکرتی با جنگ بستنی پسر. قربونت برم، زود بریم خونه. وقتی مادر ببینتت کلی خوشحال میشه. فیلم رفیق به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1354. رضا که به اقدس علاقه داره با ذبیح عهد می‌بندند که از کارهای خلاف دوری کنند. رضا برای حمایت از ذبیح با چند نفر درگیر میشه و به حبس میفته. اقدس از مشهد به تهران میاد و به دنبال رضا میگرده. اون به خونه توران خانوم پناه میبره و ذبیح با دیدن اقدس به اون دل میبنده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. من زریم. تو اتاق من چی کار میکنی؟ خوابیدم. من همیشه اینجا میخوابم. خب حالا رو تو بکنه اون بر. همون لقمه یه که میگی من خودم بخورمه. نه نه بره من میخورمش. ما اتونم بس امشب شب جمعه هم هست، میخوایی صبحشو واسه هم بندازم؟ آره آره بندازم بخورمش. زری که از خانه عمومی فرار کرده قصد داره دخترش رو که 20 سال پیش به مردی سپرده پیدا کنه. زری در نهایت با فدا کردن خود جان دخترش مریم رو نجات میده. بخشایی از فیلم زخم خنجر رفیق رو با هم تماشا میکنیم. سکون ببینم. هی 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 تو همون نیستی که 20 سال پیش
برداشتی آمدی اونجا منزل حاجی بارت گذاشتی زمین و فیلینگ بسی رفتی نقوله ها؟ آره خودم هم درسته داری گربان تو باشم زودتر بگو دکلک بریم تو کار دارم بیا داخل حجره حالت چطوره؟ ماشالله خان بابا خان بابا بگو ببینم حال دخترم چطور؟ خوب مشکل مثل پنجه آفتاب عالم تا الهی صد هزار مرتبه شکر اما سب کن ببینم تو قرار نبود هیچ وقت بیای سراغ دخترتا کی به تو گفت بیای اینجا آخه چرا آمدی ها؟ ای اگه حاجی با فهما با مرگ تو غوغا میکند سر همه ما را از ته میبره به خدا خواهش میکنم بیا تو را به خدا به خاطر این چیزی میدون من از اینجا برو من از نخوردن ننداز بعد از 20 سال من میخوام دخترمو ببینم چطور نمیتونم؟ چرا هیچ حرف نزن اون تیکه دختر تو نیست اون دختر اون حاجیه اون دختر اصلا نمیدانه که تو مادرش هستی یعنی هیچ کس تو این شهر نمیدانه که تو مادری فقط من میدانم به خاطر ریش سفید من بیا از اینجا برو خواهش میکنم من از نان خوردن ننداز جانم بیا برو نه من نمیرم من میخوام دخترمو ببینم خواهش میکنم خان بابا تو رو خدا تو رو به جون هر کی دوستش داری ازت خواهش میکنم بیا ثواب کن منو ببر دخترمو ببینم من تمام این راه اومدم که اونو ببینم اگه نبینمش از قصه دق میکنم خواهش میکنم به پات میافتم چگر کاری شدم من با خدا آخه من چه خاکی به سر من بریزم فیلم بر فراز آسمان ها که تو سال 1357 ساخته شده از این قراره که خلبان جوونی قبل از اینکه بتونه ازدواجش با دختر مورد علاقش رو به شکلی علنی اعلام کنه فوت میکنه همسر خلبان به ناچار فرزندش رو به دنیا میاره و به خانواده ای میسپره خودش هم به طور ناشناس توی اون منزل مشغول به کار میشه بعد از سالها فرزند خودش تبدیل به یه خلبان شده بخشایی از فیلم بر فراز آسمان ها رو با هم تماشا میکنیم زود همه چی عوض میشه دوست تو همین آقا آره همه جون خودشه شاهین شاهد من فیلم سکه شانس با بازی فردین، ناصر ملک مطیعی و مرجان محصول سال 1349 دو برادر شیفته یه دختر میشن در حالی که دختر به برادر کوچیکتر علاقه منده در این بین مردی سعی میکنه که میون این دو برادر جدایی ایجاد کنه و برادر بزرگتر رو به قمار میکشونه بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم اونجایی که همیشه میخواستم برسم باید دید حالا کی به زانو میفته بفرمایید خوش آمدین قربان خوش آمدین خواهش میکنم
سلام، سلام دوست عزیز. خیلی خوش آمدین دوست عزیز. ازت متشکرم موسی. با خانم صفا آشنا بشین. مفتخرم. خواهش میکنم بفرمایید با دخترم هنگام آشنا بشید. دخترم با دوست جدید و عزیز من آشنا بشید. خیلی خوشبختم آقا. خیلی به نظرم آشنا میه. من حتما شما رو جایی دیدم، درسته؟ ما بریم یه چیزی بخوریم و گلوی تازه کنیم، ها؟ بفرمایید خانم. هنوز خیلی دیر نکرده دخترم. آه اونه هاشش اومد. برو پیش بازش دخترم. یه دقیقه با اجازه. اون آقا نامزد دختر منه. خوب شد اومدی. باز پدر امشب یه حریف تازه پیدا کرده، حتما میخواد تا صبح بازی کنه. شما یه لبی تر کنی من الان برمیگردم خدمت. هنگامه؟ بله پدر. یه دقیقه بیا اینجا. معذرت میخوام، انگار بازم پدر با من کار داره. سلام دادا. زمین گرده نه؟ از قدیم گفتن هر طرف که بری از همون جای اولت سردر میاد. پس تو همون حریف امشب باختری ها؟ اشکالی داره.